عراق، ردیف میرزا عبدالله. عراق از نغمه های موسیقی قدیم ایران به شما میره و اسمش برمیگرده به نام مکان و همون منطقه عراق که امروزه کشور هست. از لحاظ لحن نسبت به قدیم متفاوت شده ولی نامش باقی مونده. نهمین دور از مقام های 12 گانه و جزء دوایر 84 گانه صفی‌الدین ارموی هست و صفی‌الدین ارموی 8 از مقام های ادوار قدیمی رو منتسب به فیثاغورس میدونه، از جمله همین عراق رو. برخی نغمه عراق رو منتسب به برج سور دونستن و برخی اون رو منسوب به پدر امیر نصر سامانی و برخی اون رو مأخوذ از همون سرزمین عراق میدونن که منطقه در جنوب شرقی ایران بود به مرکزیت اصفهان. در موسیقی عرب، عراق خودش شامل دو شعبه هست، یکی مایه یا مایا و دیگری بوسریک و یکی از 4 پایه ارکان موسیقی عرب به شمار میره که این 4 پایه یکی راست هست، یکیش همین عراق و دیگری زیرفکند و اصفهان. نویسنده بهشت الروح میاره که عراق دارای 1.5 بانک بوده و 2 شعبه داشته به نام روی عراق و دیگری مقلوب و خودش یکی از گوشه های شعبه نیشابورک به شمار میرفته. همونطور که میدونیم برخی از اسامی که در موسیقی قدیم ایران به کار رفتن گاهی در نقش شعبه یا مقام یا گوشه 2 بار ذکر شده، از جمله همین عراق و دارای 5 نغمه بوده. ز 5 نغمه هم رو در عراق. عراقی در تبیین ادوار 84 گانه خودش عراق رو برابر با دایره 69 میدونه و چون در دایره حجاز نغمه یز درآورند عراق شود، یعنی اگر یز رو حذف کنیم از مقام حجازی یا حجاز عراق به وجود میاد. از لحاظ تشابه نغم عراق با حجازی بزرگ و زیرفکند تشابه و همسانی نغمات داشته. در فرهنگ فارسی آنندراج عراق رو به وقت چاشت گفته که میخوندن و میسراییدند و یک چیزی حدود بین ساعت 8:30 صبح تا 9:30 صبح، چون میدونیم مقام های قدیم وقت و زمان داشته برای اجرا و واژه عراق در اشعار قدیمی ایران بسیار به کار رفته. در ادوار صفی‌الدین ارموی فاصل عراق به این شکل در نظر گرفته شده: الف که میشه 2، ری کرون همون جیم که تا اینجا مجنب هست فاصله یا سرو پرده، ری کرون تا میکرون، نوت بعدی میکرون که ری کرون تا میکرون فاصله تنینی هست یا همون واو، نوت واو، نوت هی جیمی که نوت فا باشه و فاصله مجنب رو ایجاد میکنه، فا تا سول کرون فاصله مجنب هست همون گل و یج لاکرون میشه که در این هم باز پرده رو داریم یا همون تنینی. بعد از اون سی بمول رو داریم که مجنبه و دو که یه باشه و فاصله سی بمول تا دو فاصله تنینی رو شکل میده. از لحاظ تطابق اسماء درجات گام قدیم با امروزی میتونیم نام عراق رو با میکرون یکسان بدونیم. امروز ما عراق در ماهور، افشاری و نوا اجرا میشه و به نظر بنده میتونه در تمام قسمت‌های از ردیف موسیقی ایرانی که دارای دنگ دشتی هستیم ایجاد بشه با آوردن یک دنگ شور در کنار اون دنگ دشتی و عراق رو بتونیم اجرا کنیم. به طور کلی اگر ما یک دنگ دشتی مثلا دو ری می بمول فا داشته باشیم و بعد از نوت ری، یعنی نوت دوم دنگ اول، یک دنگ عراق بسازیم، ری می کنون فا سول و روی نوت سوم دنگ دوم یا نوت چهارم دنگ اول شاهد رو قرار بدیم و ایست ها رو روی نوت اول دنگ اول یعنی دو
داشته باشیم میتونیم عراق رو شکل بدیم. در پایین دونده ها از دانگ شور استفاده میشه. در قسمت هایی که میخواییم برگردیم بیایم عقب و به سمت بم بیایم از دانگ دشتی یعنی می بمال استفاده میشه. در حالت های بالا رونده می کرون و در قسمت های پایین رونده می بمال استفاده میشه. سن دقیق کنید. در ماهور اگر ما ماهور دو بزنیم معمولا رو همون دو عراق شکل میگیره. فقط تفاوتی که در عراق ماهور ایجاد شده این که انگار اون دانگ شور ما که بوده لا سی کرون دوره تعدیل شده و سی کرون جای سی قرار گرفت و سی استفاده میکنیم. لا سی به کار دوره که به نظر من درستش این هست که ما از همون فاصله یه سی کرون استفاده کنیم. برای این عراق ماهور رو ببینیم. حالا ما اگر نوای دو داشته باشیم میتونیم روی فا عراقش رو شکل بدیم. یا توی افشاری مثلا افشاری دو اگر بریم میزنیم میتونیم روی نوت فا عراق رو ایجاد کنیم. یعنی حالا در اون چیزی که وزیری معتقد هست اگر گام افشاری رو از نوت فا شروع میکنیم عراق رو همون تونیک یا نوت آغازین گام افشاری قرار میگیره. پس در نوا روی نوت چهارم عراق شکل میگرفت. برای در شور و جاهای دیگه هم ما میتونیم این حالت رو داشته باشیم. حتی در دشتی میتونیم عراق داشته باشیم. معمولا عراق رو در قسمت اوج خواننده ها قرار میدن و خواننده ها وقتی میخوان عراق بخونن در بالاترین قسمت صدای خودشون اون رو اجرا میکنن. البته مرسوم هم از گاهی در اکتاو بمتر اجرا میشه. اما اینکه عراق معمولا در اوج بوده در قدیم هم رایج بوده. در شعر نظامی اومده که عراقی وار بانگ از چرخ بگذاشت به آهنگ عراق این بانگ برداشت. در تعزیه هم معمولا هر در واقع کربلا در گوشه عراق مانند یک فرمانده شایسته در اوج میخونه. در حالی که در محدوده عراق در دستگاه ماهور معمولا به کار میرن گوشه های بسته نگار، محیر، آشورابند، اصفهانک، حزین و کرشمه و نهیب هست. برای این عراق رو ما به معنی یک شاهگوشه در دستگاه ماهور میشناسیم. در تطابق فواصل عراق و مقامات ملایم 13 گانه از 32 مقام جرجانی عراق رو منطبق بر فواصل مقام بوستان میتونیم در نظر بگیریم.